تحریم های ایالات متحده و کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران اقتصاد کشور را به آنجا رسانده که بخش عمده ای از جمعیت 80 میلیونی ایران را برای تهیه مایحتاج روزانه از مواد غذایی گرفته تا دارو دچار مشکل کرده و عرضش ریال را به پایین ترین سطح در سالهای اخیر رسانده است و در همین حال به نگرانی از قصد واشنگتن در قبال ایران و وقوع یک جنگ احتمالی دیگر در منطقه دامن زده مسعود ملک گزارش می‌دهد Associated پرس در یک مقاله تحلیلی واکنش و نظر اخشار مختلف ساکن پایتخت ایران درباره اوضاع اقتصادی و تنش موجود میان تهران و واشنگتن و چشماندازی یک جنگ احتمالی با آمریکا را منتشر کرد. در حال حاضر افکار عمومی دست کم در تهران بر سر وقوع یک جنگ احتمالی با ایالات متحده متفاوت است بعضی ها میگویند جنگی رخ نخواهد داد و بعضی برای دفاع از ایران در صورت وقوع جنگ با آمریکا ابراز آمادگی می کنن. یک نکته مشترک درباره اوضاع کنونی ایران اما انکار ناپذیر است و آن اینکه همه نگران بدتر شدن وضعیت هستند اسوسییتد پرس میافزاید اغلب مردم ایران بیشتر از اوضاع اقتصادی نگرانند تا یک جنگ احتمالی سر نزولی ارزش ریال در قبال ارز خارجی قیمت دلار در بازار ایران را به نزدیکی مرز 15 هزار تومان رسانده و گرانی افسار گسیخته سبب شده اندوخته و پس اندازه مردم از بین برود نرخ بیکاری به 12 درصد رسیده است بنا آمار رسمی یک چهارم جوانان ایران بیکارند یک مادر نگران از اوضاع اقتصادی میگوید گرانی و بیکاری مانع از ازدواج و استقلال اکثر جوانان ایرانی شده است بعضی معتقدند از سرگیری گفتگوها با آمریکا اقتصاد ایران را در مسیر بهبودی قرار خواهد داد یک حسابدار بازنشسته به آسوشیتد پرس گفت ایران باید قوی و با شجاعت گفتگوها با ایالات متحده را آغاز کند و در عین حال که برای کسب امتیاز تلاش می کند ناگزیر امتیازهایی بدهد. بعضی دیگر معتقدند به گفتگو و توافق اطمینانی نیست و باید قاطعانه از توافق هستهی با قدرت های جهان خارج شد. موضوع بحث این روزهای قشر جوان ایران اما به گزارش آسوشیتد پرس امکان ترک کشور و زندگی در خارج از ایران است. آسوشیتد پرس به نقل از یک دانشجوی 20 ساله می نویسد فشارهای فراوان روانی و آینده نامعلوم راهی جز تلاش برای خروج از ایران و آغاز یک زندگی جدید در خارج از کشور برای جوانان باقی نگذاشته است.